فقر در ایران عمدی است. بزرگترین دلار 100 دلاری 1 گرم وزنشه. 3.5 میلیارد دلار 35 تن وزنشه. طلای 18 عیار بخوای باش بخری 70 تن طلا میشه. حالا حساب کن. تو توافق قبلی اوباما 150 میلیارد دلار به ایران داد. ترامپ گفت 170 هواپیمای ترابری 330 ارتش آمریکا دلارها رو آوردن تهران. آیا شما تغییری در وضعیت معیشت مردم دیدید؟ قطعاً جواب خیر است. حتی وضعیت معیشت و اقتصاد مردم بدتر از گذشته شد. پس الان هم دلخوش نباشید. چون این وضعیت معیشتی مردم به خاطر کمبود پول نیست، بلکه کاملاً واضح است که عمدی است. با 150 میلیارد دلار اوباما میشد 100 تا برج خلیفه دبی ساخت یا 350 بار بین ایران و چین رو راه آهن ساخت. با 80 میلیارد دلار میشد تمام ناوهای هواپیمابر دنیا رو خرید با کل تجهیزاتش. با 80 میلیارد دلار میشه فقر و بیکاری رو در ایران ریشه‌کن کرد. این فقر مردم ایران عمدی است. هیچ تغییری در وضعیت مردم بر اثر برجام و توافق هسته‌ای ایجاد نخواهد شد. تمام دنیا برای ایران پول بفرستند، یک ریال از این پولها را خرج مردم نمی کنند. فقر و گرسنگی مردم ایران همچنان باقی خواهد ماند. چرا که حکومت بر مردم فقیر به مراتب راحت تر از حکومت بر مردم مرفه است. مطمئنم اگر 100 سال هم بگذرد باور نخواهید کرد که نخواهید کرد.